خب مثال دومی که میخواییم از قسمت انتقال حرارت در جسم جامد یا کاندکشن بررسی بکنیم شبیه مثال اول هستش، باز دوباره حالت دو بعدی و پایدار که یه مربع داریم باز به طول 1 متر، با این تفاوت که شرط مرزی این مسئله فرق میکنه و دوم که ما برای این مسئله متریال خاصی رو نداریم و تنها اطلاعاتی که از اون متریال داریم اینه که کا یا ترمال کاندکتیویتی اون متریالمون 10 هستش به واحد SI یا به واحد وات بر متر درجه سلسیوس. خب شرط مرزی رو هم اگه ببینید توی مرز بالا ما دمای 500 درجه سلسیوس داریم، توی مرز سمت چپ 100 درجه سلسیوس و بالاخره مرزهای سمت راست و پایین توی شرط مرزی جابجایی قرار دارن، یعنی اینکه با یه سیال خارجی که حالا هر چیزی میتونه باشه دارن تبادل حرارت میکنن که اون سیالمون توی دمای 100 درجه قرار داره و اچ اون یا ضریب انتقال حرارت جابجایی اون هم 10 وات بر متر 2 درجه سلسیوس هستش. خب این مثال رو من از کتاب انتقال حرارت هولمن انتخاب کردم، مثال 3-5ش که حالا میتونید اون رو بخونید، جزئیات بیشتر رو از اون از توی کتاب در بیارید. من برم سراغ نرم افزار. خب گفتم بهتون حالا توی مثال قبلی حالت مدل ویزارد و بلانک مدل رو ما داریم برای شروع مدل سازیمون و گفتیم که مدل ویزارد رو همیشه انتخاب بکنیم چون که بهتره و حالا توصیه شده از این روش استفاده بکنیم. اما حالا توی این مثال من میخوام حالت بلانک رو انتخاب بکنم. وقتی که اون رو کلیک بکنید برخلاف حالت مدل ویزارد یه راست وارد محیط نرم افزار کامسول میشید. خب اگر مثلا به قسمت سمت چپ یا نمودار درختی مدلمون توجه بکنید میبینید که یه مقداری به حالت مدل ویزارد فرق میکنه و یه مقداری ناقص‌تر از حالت کلی هستش. خب توی حالت بلنک بایستی اون مواردی که توی حالت مدل ویزارد انتخاب میکردیم، یعنی اسپیس دایمنشن، فیزیک ها و استادی که مورد استفاده بود رو توی قسمت بلنک مدل توی صفحه اصلی نرم افزار کامسول باید اضافه بکنیم، نه توی پیش زمینه نرم افزار. و برای این کار میریم سراغ تب هوم، ابتدای کار توی قسمت کامپوننت من کلیک میکنم و از بین اسپیس دایمنشن های مختلف حالت دو بعدی رو انتخاب میکنم تا نمودار درختیم یه مقدار گسترده تر بشه. توی قسمت بعدی میرم دوباره سراغ تب هوم و اد فیزیکس رو میزنم. زمانی که اد فیزیکس رو کلیک میکنیم یه پنجره اد فیزیکس اینجا ظاهر میشه و باز مشابه با حالت مدل ویزارد حالت هیت ترانسفر این سالید رو انتخاب میکنیم. کافی حالا یه دبل کلیک بکنیم تا ماژولمون به نمودار درختی اضافه بشه. خب من این پنجره اد فیزیکس رو میبندم که یه مقدار محیط کاریمون خلوت‌تر بشه. نهایت کاری که باید بکنیم اینه که استادی مورد نظرمون رو اضافه بکنیم. باز دوباره میریم سراغ تب هوم و توی قسمت آخرا اد استادی رو میزنیم. باز توی پنجره که باز میشه برامون حالت استیشنری رو انتخاب میکنیم یا دبل کلیک میکنیم. خب مشابه با حالت قبلی، مثال قبلی، میرم توی جیومتری راست کلیک میکنم، اسکوئر رو انتخاب میکنم با طول 1 متر و پوزیشن 0.0 کورنرش که مهم نیست برام کجا باشه، اون رو بیلد میکنم، شکل من ساخته میشه. میرم قسمت متریال رو چک میکنم و اضافه میکنم. گفتم بهتون که حالا توی مثال قبلی ما میتونیم که متریالمون رو از آرشیو نرم افزار استفاده بکنیم و اضافه بکنیم توی مدل، ولی توی این حالت خب ما نمیدونیم که متریالمون چیه. برای این حالت گزینه بلانک متریال رو انتخاب میکنیم، یعنی یه متریال خام رو برای جسممون در نظر میگیریم.
توی پنجره ستینگزش ما میتونیم حالا توی قسمت لیبل که حالا مشترک هستش توی ستینگ های مختلف نرم افزار، اسم این لیبل یا اسم این متریال رو عوض بکنیم. توی قسمت پایین مطمئن میشیم که دامین شماره یک توی متریال یک اد شده باشه، یعنی که این متریال توی این حوزه یا این دامنه وجود داشته باشه. و توی قسمت پایین باید فیزیکال پراپرتی هایی رو که برای حل مسئله هیت ترانسفر این سالید نیاز هسته شما وارد بکنید. خب اینجا ما الان سه تا پارامتر داریم، یکی ترمال کاندکتیویتی یا ضریب انتقال حرارت رسانشی، دنسیتی یا چگالی و هیت کپاسیتی ات کانستنت پرشر یا ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت که با کا، رو و سی پی نمایششون میدیم. هر سه تا از این وریبل ها یا پارامیتر ها برامون الان نامشخص هستن و اگه توجه بکنید قسمت سمت چپ یه علامت استاپی هست که نشون میده ما هنوز مقدار این وریبل ها رو نداریم. خب میایم توی قسمت ولیو، این باکسی که اینجا هست من کلیک میکنم و عدد 10 رو وارد میکنم به واحدی که اینجا برامون نمایش میده، واحد وات بر متر کلوین. خب اگر یه جای از صفحه کلیک بکنم یا اینتر رو بزنم، آیکون استاپ اون به حالت تیک تبدیل میشه، یعنی که این مقدار رو تونستیم وارد بکنیم و قابل قبول هستش. خب توی مسئله ما رو و سی پی رو نداریم و حالا سوال هستش که ما چیکار بکنیم برای این مسئله. توی مسئله خاص که حالت استیشنری هیت ترانسفر در سالید هستش، لازم نیستش که ما یه عدد دقیقی رو بر رو و سی پی وارد بکنیم. هر عددی رو که وارد بکنیم نتایج شبیه سازیمون فرقی نخواهد کرد. به خاطر همین حالا من یه سری عدد رو وارد میکنم، مثلا 3000 کیلوگرم بر متر مکعب و مثلا سی پی هم 500 جول بر کیلوگرم کلوین. خب گفتم بهتون حالا هر عددی رو که اینجا وارد بکنید نتایجی که حاصل میشه از مدل سازی این مسئله فرقی نخواهد داشت. خب میرم قسمت بعدی هیت ترانسفر سالید. اول از همه چک میکنم که دامین شماره یک توی این فیزیک اد شده باشه. بعد توی قسمت سالید یک میرم، مشخص میکنم کا، رو و سی پی چجوری میخواد محاسبه بشه، چجوری میخواد استخراج بشه، که اینجا ما حالت فرام متریال رو داریم، حالت پیشفرض نرم افزار، و میذاریم همینجوری بمونه که نرم افزار کار رو و سی پی رو از متریال یک که اینجا اد کردیم بخونه. اینیشال ولیو که نداریم، یعنی که لازم نیست داشته باشیم. خب مسئلهمون استیشنری هست، در حالت پایدار قرار داره و شرط اولیه توی نتایج شبیه سازی تاثیر نخواهد داشت. و نهایتا هم ترمال اینسولیشن داریم که گفتیم بهتون هر چهار تا مرز رو در ابتدای کار نرم افزار برامون عایق در نظر میگیره که ما باید اون رو عوض بکنیم. خب برای اینکه عوض بکنیم یه راست کلیک میکنیم روی هیت ترانسفر سالید، لیستمون که باز شد از شرط مرزی این قسمت پایین تمپرچر رو انتخاب میکنیم و مرز بالا رو به عنوان تمپرچر اول انتخاب میکنیم. خب عددی که برای دمای مرز بالا داریم 500 درجه سلسیوس هستش. من میام توی این باکس پایین 500 رو وارد میکنم. اما یه چیزی اگه بخواید دقت بکنیم اینه که عددی که وارد کردیم اینجا به واحد کلوین هستش. اگه بخوایم اون رو سلسیوس بکنیم بایستی به علاوه 273.15 بکنیم تا تبدیل بشه به واحد کلوین. اما راحت تر از این کار اینه که ما این عدد 500 رو وقتی که وارد کردیم یه علامت کروشه بذاریم یا براکت و توی این براکت یه حروفی رو وارد بکنیم به صورت دگ سی بزرگ و نهایتاً براکت رو ببندیم. با باز کردن براکت و بستن اون میتونیم به یک عددی که قبل از براکت قرار داره یک بعد جدید بدیم. ما الان اینجا عدد 500 رو وارد کردیم که بعدی نداشت. وقتی که این براکت رو باز کردیم و دیگری سلسیوس رو وارد کردیم، یعنی که
به نرم‌افزار فهمودیم که این عددی که اینجا وارد شده به واحد درجه سلسیوس هستش. حالا نکته که هست اینه که حتما باید این اعداد، این حروفی که وارد میکنید دقت بکنید که چی هستن. حتی روی بزرگ و کوچیک بودن اونها نرم‌افزار حساس هستش. مثلا من اگر این سی رو کوچیک وارد بکنم اشتباه خواهد بود. من حالا سی کوچیک وارد میکنم، یه جایی از صفحه کلیک میکنم و میتونید ببینید که رنگ این عبارت به رنگ نارنجی یا زرد رنگ در اومده و نوشته شده که unknown unit، یعنی که این واحدی که شما وارد کردید قابل شناسایی نیستش برای نرم افزار. یا اگر مثلا اشتباه املایی داشته باشید، مثلا این براکت رو نبسته باشید، عبارت شما به صورت قرمز رنگ خواهد بود، ارور هم خواهد داد که این براکت رو شما نبستید. خب من سی رو عوض هم بزرگ میکنم، پس حواستون باشه که حتما دگری سلسیوس دگ سی هستش، دگ با حروف کوچیک دی ای جی و سی هم با حرف بزرگ. اگر این عبارت رو درست نمیشه بشید رنگ اون عبارت مشکی در میاد که مشکلی نخواهد داشت. خب مرز دوم رو وارد میکنم، دوباره راست کلیک میکنم، تمپرچر مرز سمت چپ کلیک میکنم و توی باکس مربوط بهش وارد میکنم 100 براکت باز دگ سی، براکت رو میبندم. خب این دوتا مرز رو که وارد کردیم، حالا شرط مرزی جدید که داریم شرط مرزی جابجایی هستش، مرزهای سمت راست و پایین. خب میایم راست کلیک میکنیم، شرط مرزی جا به جایی رو ما میتونیم زیر مجموعه شرط مرزی هیت فلاکس ببینیم. شرط هیت فلاکس رو من اد میکنم و مرزهای سمت راست و پایین رو اضافه میکنم. توی قسمت پایین توی پنجره سیتینگز ما میتونیم این هیت فلاکس رو به صورتهای مختلف وارد بکنیم. مثلا یکیش به صورت وات بر متر دو هستش، یعنی شاری که به واحد سطح وارد میشه، یا اینکه حالا به صورت هیت ریت اون رو وارد بکنیم، یعنی شاری که به صورت کلی و توی واحد وات بیان میشه. و حالت دوم یا آپشن دوم هم به صورت کانوکتیو هیت فلاکس هستش، یعنی شرط مرزی جابجایی که معادلش رو هم میتونید اینجا ببینید. Q صرف مساوی هست با H که ضریب انتقال حرارت جابجاییه، ضرب در دلتا T یا اختلاف دمایی که توی مرز میتونیم مشاهده بکنیم. تی هم هست، تی اکسترنال هم میشه تی سیال بیرونیمون که اینجا 100 درجه سلسیوسه اگه ببینیم. و اچ هم که داریم، اچ همون هم 10 هستش به واحد اس آی. خب توی قسمت اچ من وارد میکنم 10، لازم نیستش که واحدش رو بدم چون که اینجا مشخص شده که واحد اون وات بر متر دو کلوین هستش. اما توی قسمت تی اکسترنال بعد از اینکه 100 رو وارد کردم براکت رو باز میکنم و دگ سی رو وارد میکنم. خب براکت رو میبندم و این قسمت هم تکمیل میشه. خب میرم قسمت مش، مش رو دوباره همینجور حالت عادی وارد میکنم. اگه بخوایم یه ذره بهترش بکنیم دو مرتبه اون رو فاین ترش میکنیم و نهایتا هم کامپیوت میکنم. خب این نمودار دو بودی که اینجا داریم میبینیم میشه نمودار تغییرات دما بر حسب مختصات نقاط مختلف. یه نکته که هست اینه که یکی از خروجی که توی کتاب هولمن اشاره شده بهش اینه که دمای نقطه شماره 9 عدد 175 ممیز 62 درجه سلسیوسه. ما حالا میخواییم اینجا این عدد رو استخراج بکنیم ببینیم چه مقدار مدل سازیمون دقیق هستش. برای اینکه این کار رو بکنیم میایم توی قسمت درایو ولیوز یه راست کلیک میکنیم و گزینه پوینت اوالویشن رو انتخاب میکنیم.
این گزینه به این درد میخوره که ما یه نقطه‌ای رو داشته باشیم و بخوایم یه پارامتر رو مثل دما یا حالا فشار، سرعت، غلظت یا هر پارامتری رو توی اون نقطه خاص استخراج بکنیم. بعد از اینکه پوینت اوالویشن رو انتخاب کردم، توی قسمت سیتینگز اول از همه اون نقطه مورد نظر رو انتخاب میکنم که نقطه ما رأس سمت راست پایین هستش، کلیک میکنم و بعد از اون توی قسمت اکسپریژنس میبینم که دما رو انتخاب کرده، همین رو استفاده میکنم، فقط یونیتش رو عوض میکنم. اینجا یه دابل کلیک میکنم، وارد میکنم دک سی بزرگ. تنظیمات رو که انجام دادم نهایتا میام روی گزینه اوالویت کلیک میکنم و بعد از اینکه کلیک کردیم توی قسمت سمت راست پایین یه جدولی برامون باز میشه، تیبل یک که نوشته شده 173.29، یعنی دمای نقطه رأس سمت راست پایین برای ما 173.29 حساب شده. کردی که داشتیم 175.62 که قابل قبول هستش، این مقدار خطایی که توی این مسئله مشاهده شده.